این ساحل چقدر زیباست پدر. هر بار که با آن نگاه میکنم روح و جانم تازه میشود. بله پسرم، زیباست. این تنها ذره کوچکی از زیبایی های خلقت است. بهتر از سوتر به ساحل برویم پدر جان. گمان میکنم ماهیگیران دیگر از صید برگشته باشند تا بتوانیم ماهی بخریم. برویم پدر جان. ماهی دارم، ماهیای تازه. سید امروز ماهی تازه دارم. پدر جان، بیایید به آن سو برویم. برویم. نگاه کن پدر، چه ماهی های تازه ای. گمان میکنم این ماهی برای ما مناسب باشد. به نظر شما همین را بخریم پدر جان؟ آری پسرم، فکر میکنم مناسب باشد. ببخشید برادر، ما این ماهی را میخواهیم. بهایش چقدر است؟ ماهی خوبی انتخاب کردید. قابل شما را ندارد. این دفعه میهمان ما باشید. اگر بیشتر هم نیاز دارید بردارید. ممنونم. بفرمایید تا تقدیم کنم. بهای این ماهی که برداشتید ناقابل است. 3 سکه می شود. اگر امکان دارد ماهی همینجا بماند، بعدن به شاگردتان بگوید آن را به خانه ما بیاورد. بروی چشم. برادر تو هستی؟ عجب. سلام برادر، احوال شما؟ علیکم السلام، متشکرم. باورم نمی شود. اصلا تصور نمی کردم شما را به این زودی ها دوباره ملاقات کنم. حال از دیدنم خوشحالی یا ناراحت؟ این چه حرفیست برادر؟ معلوم است که خوشحالم. ببخشید پدر جان، من ایشان را نمی شناسم. آیا از دوستان شما هستند؟ اگر ممکن است ایشان را معرفی کنید. بله پسرم، در زمانی که تو خانه را ترک کرده بودی و من تنها بودم، من و ایشان بسیار به هم نزدیک بودی و ایشان در زمان تنهایی بسیار به من لطف داشتند. خواهش میکنم. بله برادر، این هم پسر من است که برایت قبلا تعریف کرده بودم. ممنون که به پدرم سر میزدید. از دیدن شما خوشحالم. من نیز از دیدن شما خوشحالم و هر کاری که کردم وظیفه من بوده است. خب برادر، امشب باید به خانه ما بیایی. نه برادر، از لطف شما متشکرم. باشد برای فرصتی مناسبتر. اکنون خستم و باید به منزل خیشتن بروم. آری باشد برادر، هر طور خودت صلاح می داری. با آمدنت ما را خوشحال می کردی. این برای شماست برادر. تشکر. داخلش چیست؟ پارچه ایست که متبرک شده به بارگاه علی ابن موسی رضا. چند ماه پیش موقع تجارت به توس رسیدیم و من آن را برای شما تهیه کردم. واقعا ممنونم برادر. السلام علیک یا امام قریب. من باید بروم، در اولین فرصت به دیدارتان می آیم. انشاءالله. از لطف شما بابت سوغات گرانبهایتان ممنونم برادر. خواهش می کنم. خدا حافظتان. جوان خدا حافظ. خدا نگهدار. پدر جان، بهتر است ما نیز به خانه برویم.
خسته شدم. بهتر از کمی اینجا استراحت کنم. آری، خوب است پدر جان. من نیز خسته شدم و نیاز به استراحت دارم. اگر اجازه بدهید سوالی برایم پیش آمده که میخواهم بپرسم. خواهش میکنم پسرم، بپرس. سوالم از شما این است پدر، چرا امام رضا علیه السلام در مدینه نماندند و به توس مهاجرت کردند؟ ایشان به میل خود مهاجرت نکردند، بلکه مأمون خلیفه عباسی به اجبار ایشان را به شهر توس آوردند. ها؟ به اجبار؟ برای چه؟ هدف مأمون خلیفه عباسی از این کار چه بود؟ هدف مأمون تحت نظر قرار دادن و محصور کردن امام بود که با حیله ولایت عهدی سعی داشت این امر را ممکن کند. پدر جان، لطفاً از مهاجرت امام به شهر توس بیشتر برایم بگویید. میخواهم بدانم. امام به همراه فرستادگان مأمون رهسپار توس شد تا مأمون نقشه خود را عملی کند. سلام بر تو علی ابن موسر رضا. سلام بر تو ای بنده خدا. پدر جان، چه شد که مأمون تصمیم به شهادت امام رضا علیه السلام گرفت؟ برخورد حکیمانه امام با مسئله ولایت عهدی سبب شد تا برخلاف پندار مأمون، امام بیش از گذشته در میان مردم شناخته شود و در دل آنها جای گیرد. این امر موجب شد که مأمون در فاصله نچندان دراز از ترفند شکست خوردی خود احساس ندامت کند و به فکر محدود ساختن فعالیت‌های امام و یا از میان برداشتن ایشان بیفتد. در دین بدعت نگذارید و راه راست را طی کنید که براستی راه راست راه پیامبر گرانقدرمان می باشد. مأمون که هر روز گرایش بیشتر مردم را به امام رضا علیه السلام می دید، تصمیم گرفت به بغداد برود و از نزدیکان خود برای این مسئله چاره جویی کند. نتیجه این مشورت و چاره اندیشی چه شد؟ مأمون تصمیم به شهادت این امام بزرگ باد. ها؟ چگونه این کار را انجام داد؟ خدمتکار برای پسر عموی ما نوشیدنی بیاور تا گلویی تازه کند. مأمون نوشیدنی را به زهر آلوده کرد، آن را به امام داد تا نقشه خود را عملی کند. آیا مأمون توانست با همان نوشیدنی آلوده به زهر امام رضا علیه السلام را به شهادت برساند؟ آری، در دهم ماه صفر سال 203 هجری قمری این بزرگوار شهید شدند و به دیدار معبود شتافت.